درود بر شما همینطور که اشاره شد قرار نبود که من امشب اینجا صحبت بکنم گرچه اگر زودتر می دانستم و این برنامه نبود حتما به پاس و احترام استاد عزیزم محمد رضا لطفی نه تنها صحبت می که حتما به یادگار اون سازی هم میزدم. امیدوارم که سال آینده این سعادت نصیم من بشه ولی به هر حال همینطور که جناب سجادی گفتن مثل که استاد من در گوش های سجادی خونده بود که حتما بگو فلانی بیاد اینجا منم آمدم به هر حال من کوتاه میکنم صحبت رو کاش که بیشتر با ساز در واقع سازی که صدای لطفی بده ما اینجا رو برگزار بکنیم و از نیکی های استاد یاد کنیم من سالهای آغازین دهی شست رو خدمت ایشون درس گرفتم و جالبه که الان صحبت های خودش رو که میشنیدم باز راهنمای من شد که الان چند کلامی برای شما صحبت کنم برای اینکه من گفتم چی بگم راجب لطفی خودش گفتش که این میراث رو ما حفظ, و اشع... حفظ کنیم و اشاعه بدیم واقعا لطفی همچین شخصیتی بود یعنی من اصلا اهل اقراق نیستم و دوست دارم همیشه نیکی های انسانها رو ببینم همون نیکی رو ببینم و به بدی هم اصلا فکر نکنم همه ما خوبی و بدی در کنار هم داریم شب و روز با هم معنی پیدا میکنه ولی لطفی واقعا عاشق تدریس بود یعنی من اگه به شما بگم که من در میدان فاطمی زندگی میکردم لطفی بالای میدان اون طرف میدان گلها بود با ماشین میامد من, و من شاگردش سر را بر میداشت با هم میامدیم چاوش عرشر تماسیبی هم منتظر ما بود اونجا حال جمع دوستان دیگری که همیشه در این کلاس ها حضور داشتند، عادی منتظری اینجا حضور داره همینطور بود در این کلاس‌ها ولی بر حال من و ارشد تماسبی کلیددار بودیم اینجا و اونجا و مشتری دائم و واقعا تاثیری که روی من گذاشته درس استاد هیچ استاد دیگری در من نداشته در زمینه ردیف به خصوص و درکی که من از ردیف موسیقی ایرانی و از کیفیت های ردیف و اهمیت ردیف پیدا کردم تحت تاثیر درس های مهربان استاد بوده و باز بد نیست که بگم که مدت تمام این سالهایی که از ایشون درس گرفتیم هیچگاه بابت شهریه ای نپرداختیم یعنی اصلا صحبتی نمی کرد این قضیه و خرسند بود از اینکه ما هر حرف و هر کلمه ای که ایشون می گفت رو همون روز خوب تحویلش می دادیم واقعا یعنی باور کردنی نیست مثلا ما یک ردیف ابو رو از صبح تا ظهر حفظ می‌شدیم، انقدر این درس‌ها خوب بود و انقدر با شوق و با شور و با همدیگه نهار میخوردیم و بعد از زورم در واقع ایشون در مسند استاد در کلاس اتاق خودش درس می‌داد و ما هم در اتاق‌های خودمون در مسند آموزگاران کوچکتر. اهمیت دیگر لطفی در واقع انقلابی است که در سالهای 49 50 به این سمت در واقع انجام میده حد فاصل کنارگیری یا بر بهتر بگیم بر شدن کلونل امین وزیری تا پیدایش گروه تشکیل گروه شیدا و تشکیل مرکز حفظ و شایع موسیقی ایران در واقع خیلی از موسیقیدانانی که اصل موسیقی ایران رو میشناختند خانه نشین شدند، هرمزی فروتن ما نوازنده کمانچه فقط یک نمونه اسخر باهاری رو داشت استاد باهاری رو داشتیم که اونم واقعا مثل موزه در واقع موسیقی ایران رو اونجا ارائه میداد برای ما و یک دورانی است اون دوران 1320 تا 1350 که مردم ما آنقدر از موسیقی ایرانی، موسیقی خودشون دور بودند که وقتی که محمد رضا لطفی با گروه شیدا پیشتر آمد رکن دین و رنگ درویش و تصنیف عارف رو که مال قرن گذشته بود ارائه کرد، جوانهای اون موقع فکر کردن انقلاب شده در موسیقی. و این آثار آثار مدرن نیست چرا چون باش ارتباط نداشتند، الان هم در همینه یعنی یه دورانی است که باید این دوران در واقع به دست یک انقلابی تغییر بکنه و موسیقی موسیقی که محمد رضا لطفی چاوش حسین علیزاده پرویز مشکاتیان قبل از اون فرامرز پایور یعنی بزرگانی از این دست در واقع ارائه کردند و دنبال کردند و براش جان گذاشتند دوباره مطرح بشه و با حمایت شما رشد و نمو بیش از پیش بکنه یاد استادم گرامی